درود فراوان به شما دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون عالی باشه. امروز برگشتم با یک ویدیوی بسیار آموزنده. این بازی که امروز میخوام براتون تفسیر کنم، بازی قهرمان اسبق شطرنج جهان، سومین قهرمان شطرنج جهان، حوزه کاپابلانکا، حوزه راول کاپابلانکا هست. و اینکه خب من این بازی رو وقتی که خیلی نوجوان و کودک بودم دیدم و اینکه مربیم به من این بازی رو نشون داد و خودم هم امروزه به عنوان مربی به شاگردام نشون میدم. و این بازی جز به 100 بازی برتر تاریخ شطرنج جهان هست که هر شطرنج بازی باید اون رو بدونه. و اینکه خیلی نکات آموزشی زیادی در این بازی وجود داره که من از شما عزیزان میخوام که با دقت این ویدیو رو تماشا کنید، نوت بردارید، و یا اینکه وقتی که ویدیو رو نگاه کردین خودتون اون رو بر روی صفحه شطرنج پیاده کنید، و یا اینکه این ویدیو رو دوباره نگاه کنید تا تمام مطالب رو جذب کنید و به خاطرتون بمونه. خب بریم که این بازی رو با هم دیگه ببینیم. حرکت اول، همونطوری که مشاهده می‌کنید، این بازی بین ویلیام وینتر و حوزه راول کاپابلانکا در سال 1919 برگزار شده، یعنی تقریبا 105 سال پیش. خب سفید با حرکت E4 بازی رو آغاز می‌کنه. درسته که این بازی قدیمی هست، ولی خب شروع بازیه که انجام شده امروزه هم قابل بازی هست تا اونجایی که فیلدر 3-6 بازی میشه، یعنی الان با هم میبینیم بازی رو. E4 E5 اسب F3 اسب C6 اسب C3 اسب F6 و ما در اینجا دفاع 4 اسب رو بر روی صفحه داریم. خب اینجا حرکت فیلدر 3-6 بازی میشه که خب توسط آرون نیمزویچ این ایده به اصطلاح پرورش پیدا کرده، و طرح سفید هم اینه که بعد از حرکت D3 بتونه سفید با حرکت F4 به مرکز حمله کنه. خب بعد از حرکت D6 سفید حرکت D3 رو بازی کرد. توجه داشته باشین که اگر سفید بخواد پیاده E5 رو بزنه، سیاه میتونه به راحتی با حرکت رخ E8 پیاده خودش رو پس بگیره و یا حتی با حرکت فیلدر C3 و بعد از اون حرکت اسب در E4. بنابراین سفید نمیخواد که خب پیاده E5 رو بزنه معمولا. خب در اینجا سفید حرکت D3 رو بازی کرد و سیاه حرکت فیلد D6 رو بازی کرد، چرا که بعد از حرکت D3 پیاده E4 دفاع شده و سیاه نیاز داره که پیاده E5 خودش رو دفاع کنه. مثلا اگر سیاه حرکتی مثل فیل E6 بازی کنه، دیگه سفید به راحتی میتونه پیاده مرکزی سیاه رو بگیره. خب بعد از حرکت اصلی فیل D6 در اینجا سفید حرکت فیل G5 رو بازی کرد که خب حرکت خیلی دقیقی نبود. حرکت بهتر در اینجا حرکت A4 بود، البته که حرکت فیل G5 حرکتی هستش که سفید همچنان اوکی هست، ولی اون ترک بعدن سفید بازی کرد خیلی جالب نبود. خب در اینجا سیاه حرکت H6 رو انجام میده، فیل H4 C5. خب حرکت C5 ممکنه خیلی از شما دوستان عزیز سوال بپرسید که چرا سیاه حرکت C5 رو بازی کرد و جلوی فیل خودش رو بلوکه کرد. مگر ما نمیگیم که وقتی که مثلا یه فیل سیاه رنگ داریم نباید پیاده هام رو در خونه های سیاه قرار بدیم و بالعکس باید در خونه های سفید باشن؟ ولی دلیل حرکت C5 در اینجا جلوگیری از حرکت D4 هست، یعنی سفید میخواد با حرکت D4 فضای بیشتر ایجاد کنه و وقتی که سیاه پیاده خودش رو به C5 میرونه، جلوی حرکت D4 سفید رو میگیره. خب در اینجا سفید حرکت اسب D5 رو بازی کرد که این اشتباه بازیکن سفید بود
و فکر میکنم یه طرحی و وینتر اینجا ندیده بود. حرکت بهتر به جای اسب د5 شاید براتون عجیب باشه، ولی حرکت شاه اچ1 و یا حرکت وزیر ای2 هست. توجه داشته باشین که ما در حالت پوزیسیونی قرار داریم و خب حرکت مثل شاه اچ1 هم در این پوزیسیون ها کاملا قابل بازی هست. خب بعد از حرکت اسب 5 سیاه باید چگونه پاسخ بده؟ همونطور که میدونید اسب اف6 آچمز شده، بنابراین این اسب که نمیتونه حرکت کنه و تهدید سفید هم زدن اسب سیاه هست. پس چجوری سیاه میتونه خودش رو رها، پوزیسیون خودش رو رها کنه و از این مخمسه نجات پیدا کنه؟ بهترین حرکت برای سفید در اینجا حرکت G5 هست که به زیبایی کاپابلانکا اون رو انجام داد. سفید حرکت اسب در F6 رو بازی کرد. اگر سفید بخواد حرکت فیل G3 رو در اینجا بازی کنه، سیاه میتونه با اسب در D5، E در D5 و سپس فیل G4 ادامه بده و در اینجا خب سیاه تهدیدش F5 F4 است، ولی اگر به پیاده ای 5 فشار وارد بشه، سیاه اول میتونه با حرکت اف 6 پیاده خودش رو دفاع کنه و بعد از اون بخواد که پیاده خودش رو به خونه اف 5 برونه. بنابراین حرکتی مثل اف 6 هم کاملا قابل بازی هست، چرا که سیاه در اینجا برتری دو فیل داره و هیچ عجله‌ای نیستش که سیاه بخواد بازی رو به سرعت ببره. خب به هر حال بعد حرکت G5 اسب در F6 سیاه اسب سفید رو زد، فیل G3 و اینجا نوبت حرکت با سیاه هست. سیاه در اینجا حرکت فیل G4 بازی کرد که خب حرکت خوبی هست. H3 توجه داشته باشین که سفید نمیتونه از اسب F3 دفاع کنه و سفید محکوم به ایجاد پیاده دو پشته و یا دوبله هست. بنابراین سفید تصمیم گرفت که حرکت H3 رو انجام بده تا به فیل سیاه حمله کنه. فیل در F3، وزیر در F3، وزیر در F3 و G در F3. خب این پوزیسیون بحرانی یا میتونم بگم اولین وضعیتی هستش که ما باید آنالیز کنیم و در اینجا بازی رو ببینیم که طرح‌ها به چه صورت هستن، طرح سفید چیان، طرح سیاه چیان، چه کسی برتری داره در این پوزیسیون. به طور کلی وقتی که ما می‌خوایم هر وضعیتی رو محاسبه کنیم و ارزیابی کنیم، باید همیشه 5 تا فاکتور رو در نظر بگیریم. فاکتور اول ماتریال هست که خب چه کسی از لحاظ ماتریال برتری داره. نکته دوم وضعیت شاه هست. توجه داشته باشین که من گفتم وضعیت شاه و نه امنیت شاه، چرا که در آخر بازی شما میخواین که شاهتون اکتیو و فعال باشه و امنیت شاه دیگه اونقدر برای شما مهم نیست، چون سوارها و مهره‌های زیادی بر روی صفحه قرار ندارن. بنابراین فاکتور دوم وضعیت شاه هست. فاکتور سوم وضعیت سوارها که آیا سوارها فعال هستن و یا غیر فعال هستن. فاکتور چهارم ساختار پیاده‌ای و فاکتور آخر فضا هست که همونطور که میدونید وقتی که شما فضای بیشتری دارین، این باعث میشه که شما برتری به دست بیارید. خب در اینجا اگه بخوایم این پنج موضوع رو با هم بررسی کنیم، میبینیم که سیاه ساختار پیاده بهتری نسبت به سفید داره. درسته که جفت بازیکنان پیاده های دو پشته دارن، ولی خب سفید یک پیاده ایزوله در خونه اچته داره و سیاه پیاده هاش پیشرفته تر هستن، بنابراین فضای بیشتری داره سیاه. و خب از لحاظ سوارها هم من دوست دارم که شما یکم فکر کنید و به من بگید که یعنی پیش خودتون بگید و یا در کامنت ها بنویسید که به نظر شما فیل سفید بهتره یا فیل سیاه. خب اول برای من کامنت کنید و من ادامه رو برم
و تقلب نکنید که ادامه ویدیو رو ببینید و بعد بگید. Anyway, به هر حال در اینجا فیل سفید فیل بدتر هست. یعنی در اصل فیل سیاه فیل خوبی هست، چرا که در آینده میتونه وارد بازی بشه. ولی این فیل سفید هستش که اگر ما پیادمون رو مثلا در خونه F6 قرار بدیم، سفید به هیچ عنوان نمیتونه فیل خودش رو آزاد کنه، چرا که پیاده E5 با یک پیاده دیگه دفاع شده و سفید هیچگاه نمیتونه حرکت F4 رو انجام بده و وقتی هم که F4 نتونه کنه، یعنی در اصل F3 نمیتونه انجام بده و این فیل نمیتونه از اینجا وارد بازی بشه. خب فیلم اگر به خونه J1 بره بازم نمیتونه وارد بازی بشه و حتی بعد از حرکتی مثل H4 اگر پیاده ها تعویض بشن فیل باز هم نمیتونه وارد بازی بشه. توجه داشته که باشید که بعد از حرکت H4 سیاه حتما باید پیاده خودش رو در خونه J5 قرار بده و ما نمیخوایم که پیاده H4 رو بزنیم، چرا که در اون صورت این فیل سفید هستش که وارد بازی میشه. خب پس در اینجا سیاه یک برتری جزئی داره، ولی خب خیلی از بازیکنان ممکنه در این وضعیت به تساوی بسنده کنن و دیگه پیشنهاد مساوی بدن و دست بدن و بلند شن. ولی خب این حوزه کاپابلانکا بود که به زیبایی تمام این بازی رو انجام داد. بریم ببینیم که در ادامه چه اتفاقی افتاد. خب در اینجا سیاه حرکت F6 رو انجام داد. همونطور که گفتم F6 دلیلش این هستش که میخواد از پیاده E5 دفاع کنه. سفید حرکت شاه G2 رو انجام داد. A5 A4 توجه داشته باشیم که اگر سفید حرکت A4 رو انجام نده، این سیاه هستش که میخواد حرکت A4 رو انجام بده. بنابراین سفید با حرکت A4 جلوگیری کرد. سیاه در اینجا حرکت شاه F7 رو انجام داد. سیاه در اینجا حرکت شاه F7 رو انجام داد که خب حرکت خیلی خوبی هم بود و دلیلش هم این هستش که سیاه عجله‌ای برای باز کردن بازی در جناح وزیر نداره. توجه داشته باشین که خب یک نکته هم که خیلی مهم هست اینه که بدونید سیاه اینجا باید کجا بازی کنه؟ جناح وزیر، جناح شاه و یا مرکز؟ 100% جناح وزیر. چرا؟ چون مهره بعد سفید در خونه جسه در جناح شاه قرار داره و این یک میتونم بگم خیلی نکته مهمیه و یک به قول معروف میگن یک سوال میلیون دلاریه که ما نمیخوایم جایی بازی کنیم که حریفمون مهره بد داره. چرا که اگر سیاه بخواد در جناح شاه بازی کنه، این فیل سفید هستش که وارد بازی میشه. ولی اگر ما بازی رو به جناح وزیر بکشونیم و در جناح وزیر بخوایم بازی رو باز کنیم، انگار که ما یک سوار بیشتر داریم، چرا که فیل ما میتونه در حمله شرکت کنه و این فیل سفید هستش که نمیتونه در حمله شرکت کنه و یا در دفاع شرکت کنه. بنابراین مثل این میمونه که ما یک فیل جلو هستیم. پس توجه داشته باشین که هر زمانی شما حریفتون یک سوار بد در بازی داشت و اون سوار یه جورایی ترپ و محدود شده بود، نمیتونست حرکت کنه، 99% اوقات، بهتر بگم 95 95% اوقات شما میخوان که در جناح مخالف بازی کنید. این هم یک نکته آموزشی بسیار بسیار مهم هست. خب برگردیم به بازی. در اینجا سیاه قبل از اینکه بخواد بازی رو در جناح وزیر باز کنه، باید شاه خودش رو بهتر کنه و خونه E6 خونه خیلی خوبی برای شاه هست، چرا که در این خونه هیچ مهره‌ای نمیتونه به شاه حمله کنه و شاه هم در مرکز قرار داره، یعنی شاه میتونه هم به سمت مرکز بره هم به سمت جناح شاه و جناح وزیر و مرکزیت خودش رو حفظ میکنه. خب در اینجا سفید حرکت رخ H1 رو انجام داد. شاه E6 H4
رخ FB8، رخ FB8 هم حرکت خیلی مهمی هست. خیلی از بازیکنان ممکنه که رخ A رو به خونه B8 بیارن، چون که فکر میکنن که اگر من رخ FB8 انجام بدم، رخ A8 من محدود میشه و دیگه جایی نداره. ولی موضوع این هستش که وقتی میخواین شما بازی رو باز کنید، ستون A هم ستون مهمی هست و این رخ A8 پیاده A5 رو دفاع کرده و تو یک شرایط و واریانت هایی رو میتونه سیاه حرکت A4 رو هم انجام بده. بنابراین حرکت رخ FB8 حرکت بهتری هست. سفید پیاده G5 سیاه رو زد، اشتر G5 و حرکت B3. خب در اینجا اگر ما بخوایم حرکت B5 رو به سرعت انجام بدیم، این حرکت خوبی نیست، چرا که سفید میتونه پیاده رو بزنه و بعد از اون با حرکت رخ A4 و مثلا رخ A1 ادامه بده و یه جورایی پیاده های سیاه رو بلوکه کنه. پس توجه داشته باشین هر موقع که شما میخواین پیاده های خودتون رو برونید، باید این رو محاسبه کنین که آیا این پیاده ها بعدن در آینده میتونن پیشروی کنن و یا اینکه حریفتون میتونه اونها رو بلوکه کنه. بنابراین در اینجا یا حرکت C6 رو انجام داد که هیچ عجله‌ای برای حرکت B5 نیست. سیاه اول باید برای حرکت B5 آماده بشه. بنابراین این حرکت C6 هم جزء حرکت‌های بسیار مهم در این بازی هست. خب سفید حرکت رخ A2 رو انجام داد، سیاه با حرکت B5 ادامه داد و حرکت رخ A1. توجه داشته باشین که اگر سفید پیاده سیاه رو بزنه، ما باید با پیاده بزنیم و مثلا بعد از حرکت رخ A1 حمله به این پیاده، ما میتونیم با حرکت فیل C7 از پیاده خودمون دفاع کنیم. خب برگردیم به بازی. بعد از حرکت رخ HA1 سیاه یک حرکت بسیار عالی داره. من از شما عزیزان میخوام که این ویدیو رو پاس کنید و حرکت سیاه رو پیدا کنید. این ویدیو رو نگه دارین و بهترین حرکت سیاه رو پیدا کنید. توجه داشته باشین که ممکنه شما فکر کنید خب دیگه من نمیتونم بازی رو باز کنم، ولی در اینجا ما یک شکاف پیاده بسیار زیبا داریم و اگر هم نمیدونید که شکاف پیاده چی هست، من یک ویدیو راجب شکاف پیاده ای درست کردم که اگر بتونم پیداش کنم اینجا براتون میذارم و شما عزیزان میتونید برید اون ویدیو رو مشاهده کنید. و اینکه اگر ندیدین این بازی رو، اول این بازی رو ببینید بعد برید اون ویدیو رو ببینید و دیگه کاملا مطلب براتون جا میفته. خب حرکت درست در اینجا که امیدوارم شما دوستان عزیز اون رو پیدا کرده باشید، حرکت زیبای 3-4 هست. چرا که سیاه میخواد پیاده های سفید رو از هم جدا کنه و یک شکاف ایجاد کنه و شما شاید بگید خب حرکت 3-4 پیاده از دست میدیم، ولی اگر سفید بخواد مثلا به این صورت ادامه بده، ما میتونیم با رخ B4 به پیاده سفید حمله کنیم و به دلیل اینکه مهره های سیاه فعالتر از مهره های سفید هستن، ما به راحتی میتونیم پیاده C4 رو بگیریم و برتری بسیار خوبی در اینجا داریم. همونطور که میبینید در حاشیه صفحه میله ارزیابی 1.79 رو برای سیاه نشون میده، به این معنا که به اندازه یک پیاده و 0.80 سیاه برتری داره. خب برگردیم به بازی. بعد از حرکت بعد از حرکت C4 سفید حرکت A5 رو انجام داد و در اینجا سیاه حرکت درست رو پیدا کرد که حرکت C3 بود. ابتدا پیاده B3 رو میزنیم که به رخ حمله کنیم و پیاده حریف رو ایزوله کنیم و بعد از اون با رخ پیاده P5 رو میزنیم.
مورد دیگه که اینجا باید بررسی بشه اینه که سفید تقریبا مجبور هستش که پیاده B سر رو بزنه، و اگر سفید بخواد به جای 3 در B 3 حرکت رخ در A5 رو انجام بده، این حرکت یک اشتباه فاحش هست و ما میتونیم رخ در رخ رخ در رخ کنیم و بعد از اون با حرکت B2 سفید نمیتونه جلوی وزارت پیاده B2 رو بگیره و به زودی پیاده B2 وزیر خواهد شد. بنابراین حرکت رخ در A5 میسر نبود. خب برگردیم به بازی. در بازی سفید حرکت 3 در B3 رو انجام داد، سیاه پیاده B5 رو زد، رخ A4. توجه داشته باشین که سفید نمیتونه از پیاده خودش دفاع کنه، چرا که مثلا اگه حرکتی مثل رخ B2 انجام بشه، ما میتونیم حرکت A4 رو انجام بدیم و مثلا بعد از حرکت رخ B1 حرکت رخ B8 رو انجام بدیم و این پیاده آچمز هست و ما میتونیم بعد از اون پیاده رو بزنیم. رخ هم که نمیتونه به خونه A3 بیاد که از پیاده دفاع کنه، به دلیل اینکه فیل ما در خونه D6 قرار داره. اگر هم اون یکی رخ به خونه B1 بیاد، ما مجدداً میتونیم حرکت A4 رو انجام بدیم، چرا که اگر با پیاده زده بشه ما رخ سفید رو میزنیم، اگر هم با رخ زده بشه ما باز رخ رو میزنیم و نمیتونه سفید اینو بزنه به خاطر اینکه رخ خودش رو از دست میده و به هر حال سیاه بازی برنده‌ای خواهد داشت در هر صورت. خب برگردیم به بازی. در بازی اینجا سفید حرکت رخ A4 رو انجام داد، بعد حرکت رخ A4 سیاه پیاده رو زد، سفید حرکت D4 رو انجام داد. خب فکر کنم این سوال آخر من از شما دوستان عزیز باشه که به نظر شما، یه میتونم بگم سوال آخر بحرانی، سوال بحرانی آخر باشه، به نظر شما آیا سیاه باید پیاده D4 رو بزنه و یا خیر صبر کنه؟ خب جواب شما چی هست؟ در اینجا سیاه نباید پیاده D4 رو بزنه، چرا که اگر خاطرتون باشه تنها دلیل این که، یعنی دلیل مهمترین دلیل این که سیاه این باز در این بازی برتری داره، فیل بد خونه G3 است. که اینجا تا یادم نرفته یادآوری کنم که خیلی از بازیکن‌ها، فکر کنم توی کتاب این مسئله اول اومد، به فیل G3 پیاده درشت هم میگن. حالا دقیقا نمیدونم از کجا اومده، ولی من یادم خیلی بچه که بودم مربی من به من میگفت مثلا این فیل به اسم پیاده درشت هست، چرا که اونقدر کارایی نداره و دست مثل یک پیاده میمونه و هم کاری که پیاده انجام میده رو انجام میده. به هر حال ما نمیخوایم که پیاده D4 رو بزنیم، چرا که اگر پیاده D4 رو بزنیم حریفمون یه شانسکایی اگر شانسک کلمه مناسب باشه، یه شانسکایی به دست میاره. بنابراین حرکت بهتر که رخ B4 یا رخ B5 هست که خب جفت این حرکت ها میبره. رخ در B5 در بازی شد و در اینجا سفید حرکت رخ C4 رو انجام داد و سیاه حرکت رخ B4 رو انجام داد، سفید پیاده رو زد، رخ در D4 و در اینجا سفید تسلیم شد. خب شاید شما دوستان عزیز بپرسید چرا سفید اینجا تسلیم شد که سفید فقط یک پیاده جلو هست، در صورتی که باید بگم اینجا سفید یک فیل عقب هست و ببخشید یک پیاده عقب هست، در صورتی که اینجا سفید یک فیل عقب هست، چرا که فیل G3 نمیتونه وارد بازی بشه و سیاه میتونه به راحتی پیاده خودش رو برونه. مثلا فکر کنید اگر سیاه بخواد رخ C2 بازی کنه، ما میتونیم پیاده خودمون رو برونیم و اگر مثلا سفید بخواد شاه خودش رو نزدیک کنه، ما میتونیم به این صورت به پوزیسیون سفید حمله کنیم و بازی رو ببریم. خب این بازی همونطور که در اول ویدیو گفتم جز بازی‌های بسیار آموزنده در شطرنج است و این در این بازی با اینکه سفید اونقدر اشتباه فاحش و یا مهلکی انجام نداد، ولی این که کاپابلانکا چجوری تونست فقط با یک مهره بهتر، فضای بهتر، این بازی متریال مساوی رو به برد برسونه واقعا شگفت انگیز بود و این بازی
چندین نکته خیلی آموزنده داره که اگر شما دوستان عزیز این نکته رو یاد بگیرید، من مطمئنم که ریتینگ خودتون رو افزایش میدید و اون نالج و اون دانش شطرنجی خودتون رو افزایش میدید. پس اگر این که دوست دارین در شطرنج پیشرفت کنید، حتما این بازی رو به نظر من حفظ کنید و تمام حرکات رو در ذهن خودتون به خاطر بیارین و تو ذهن خودتون بازی کنید. و من به شما قول میدم که بعد از اینکه این بازی رو یاد گرفتین، در بازی های خودتون میتونید این تکنیک ها رو به کار ببرین و نتایج فوق العاده ای به دست بیارین. خب امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. مثل همیشه اگر این ویدیو رو دوست داشتین، لطفاً همین الان اون رو لایک کنید. الان به خاطرم اومد، یکی از دوستان عزیز نوشته بود این ویدیوها چند هزار تا ویو میخوره ولی مثلا نمیدونم 50 تا 100 تا لایک میخوره. چرا دوستان عزیز این انرژی که ما اینجا میذاریم و به گردش در نمیارن؟ من خیلی دوست دارم که دانش هرچند کوچیکی که دارم و با شما دوستان عزیز تقسیم کنم و امیدوارم که شما هم این لایک های خودتون رو از این ویدیوها دریغ نکنید تا افراد بیشتری بتونن این ویدیوها رو ببینن. و اینکه اگر هم دوست داشتین چنل و کانال من رو سابسکرایب کنید که ویدیوهای بعدی رو از دست ندین. مثل همیشه منتظر کامنت هاتون هستم. اگر ویدیوی خاصی مد نظرتون هست راجع به شطرنج، در قسمت کامنت ها برای من بنویسید تا من رو برای شما تهیه کنم. دوستتون دارم و من شما رو به زودی خواهم دید. پس تا اون روز بدرود.